هم مردم ایران هم دنیا میدونن که این اراده مردم ایران نیست. بله. خواست مردم ایران نیست. مردم ایران نمیخواهن کشورشون به اصطلاح دائم در معرض تهدید از بیرون باشه، تهدید به جنگ، مجازات های اقتصادی. اما مردم به شیوه های گوناگونی نارضایتی خودشون رو از وضعیت موجود نشان میدن. But some sought an alternative. They turned to an unusually liberal cleric who was more likely to open doors to the West. هرچه هست به نظر میرسد که معترضان به وضع موجود رأی دادند، از سر اعتماد یا استیصال. حضور مردم نه بزرگ به جمهوری اسلامی. هر رأیی که شما به یکی از این نامزدهای محترم، به این 8 نفر آقایان محترمی که در صحنه هستند، به هر کدام از اینها شما رأی بدید، رأی به جمهوری اسلامی دادید. رأی به هر نامزدی رأی به جمهوری اسلامی است، رأی اعتماد به نظام و سازوکار انتخابات. Khatami won by a landslide, large enough to make him feel he could challenge the core of the Islamic Republic's foreign policy. And the question was how to separate Khatami out from previous action. امروز هم میشه با این شور اجتماعی، با این نیروی اجتماعی که خواهان تغییر هستش، حسن روحانی رو تغییر داد و به دنبال خود با خود برد و حسن روحانی هم تغییر خواهد کرد. عدم آشنایی سیاستمداران آمریکا با اوضاع ایران و اوضاع منطقه سبب شد که اشتباهات بزرگی بکنن. اون کسانی که فکر میکنن در این کشور یک اکثریتی خاموش و مخالف با نظام جمهوری اسلامی هم، یادشون رفته است که 34 سال است که هر سال در 22 بهمن در همه شهرهای این کشور جمعیت‌های عظیم به دفاع از نظام جمهوری اسلامی بیرون میان و مرگ بر آمریکا میگن. This provided a really good opportunity to see whether there was some way to use that interview as a launching pad for perhaps some kind of a different relationship with Iran. You say that you want to talk to the American people. Are you prepared to sit down eventually? حداکثر تلاش ما اینه که به دشمن بفهمانیم که ناچار است در برابر ملت بزرگ ایران سر فرود بیاورد، نه دشنه خود را نشان دهد. این هدف ماست. دشمنان ما در خارج در فکر اینند بیچاره ها که از این انتخابات تهدیدی درست کنند علیه نظام اسلامی، در حالی که انتخابات فرصت بزرگ نظام اسلامی است. To bring the regime around to having an official dialogue.